درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهقانپور هستم. در سه‌شنبه 26 اسفند ماه 11 مارس نگاهی داریم به چهارشنبه سوری. خرافه یا سنت باستانی؟ مراسم چهارشنبه سوری در ایران هر سال در حالی برگزار می شود که علاوه بر هشدار پلیس، شماری از روحانیان بلندپایه برگزاری چهارشنبه سوری را غیر اسلامی می دانند و از مردم می خواهند که از شرکت در این مراسم خودداری کنند. رهبر جمهوری اسلامی سال 1388 در فتوایی در توصیف مراسم چهارشنبه سوری گفته بود علاوه بر اینکه هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم گفته بود چهارشنبه سوری یک سنت خرافی است، نباید سنت خرافی را احیا کنیم. از همه اینها گذشته این مراسم اسراف در مال است و نباید در مال اسراف کرد. بعضی تاریخ پژوهان معتقدند آیین چهارشنبه سوری در شاهنامه و تاریخ بخارا به گونه ای مورد اشاره قرار گرفته است. هاشم رزی در کتاب گاه شماری و جشنهای ایران باستان نوشته است ایرانیان در یکی از چند شب آخر سال جشن سوری را که عادت و سنتی دیرینه بود با آتش افروزی همگانی برپا می کردند. اما چون اساس تقسیم آنان در روز شماری بر آن پایه نبود که ماه را به چهار هفته با نامهای کنونی روزها بخش کنند، لاجرم در شب چهارشنبه آخر سال چون این جشنی برگزار نمی شد. روز شماری کنونی بر اثر ورود اعراب به ایران باب شد. بیگمان سالی که این جشن به شکلی گسترده برپا بوده مصادف با شب چهارشنبه شده است و چون در روز شماری تازیان چهارشنبه نحس و بدیوم به شمار می آمده، از آن تاریخ به بعد شب چهارشنبه آخر سال را با جشن سوری به شادمانی پرداخته و بدین وسیله می‌کوشیدند نحوست چنین شبی را از بین ببرند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم چهارشنبه سوری آینی ایرانی، زرتشتی، اسلامی یا عربی است. همطور که می‌بینید اکثریت تقریبا قاطع کاربران فیسبوک افق گزینه ایرانی رو انتخاب کردند، بعد از اونها گزینه‌های زرتشتی، اسلامی و عربی هست. در این ارتباط در طول برنامه با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. میتونید به فیسبوک افق برید و در نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به فیسبوک افق سر بزنید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به چهارشنبه سوری و جمهوری اسلامی. سخنان آیت الله مطهری: با سمن و پختن از نفسی خارج میشیم، با سبزه ها را در روز 13 از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم. بیچاره از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو. از سمنی چه کاری ساخته است؟ از سبزه گره زدن چه کاری ساخته است؟ اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند، اما هیچ اشکالی نمی بیند که مردم به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد. چهارشنبه آخر سال رو داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای در واقع اگر بچه‌هاشو می‌خوان یه شادی هم بکنن، حالا فش بشه‌ای هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نه که جای دیگه را بیفتن برن یه پارکی یه خیابون راه رو ببندن. آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه در ایران: چهارشنبه سوری حرکتی بر خلاف عقل و شرع است. برگزاری آیین چهارشنبه سوری در مشهد و حمله پلیس به برگزار کنندگان. چهارشنبه سوری در اهواز و حمله نیروهای پلیس به جوانان و مردم.
تقی مهری رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی برگزاری آیین‌های چهارشنبه سوری را ممنوع اعلام و تهدید کرد پلیس اجازه برگزاری این آیین‌های نوروزی را نمی‌دهد. از منظر حقوقی این آتش‌بازی‌ها تجاوز به حقوق دیگرانه، از منظر شرعی ایذاء المؤمنین و حرامه. در این وادی‌های خطرزا وارد نشن که خیلی ایدها به خاطر همین آتش‌بازی‌ها عزا شده. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب به افق آقای دکتر تورج پارسی ایرانشناس که از اپسالای سوئد به ما میپیوندن، آقای دکتر خداداد رضاخانی محقق تاریخ دوره باستان و اوایل دوره میانه در دانشگاه برلین که از برلین آلمان با ما خواهند بود، و آقای دکتر کاوه فرخ استاد تاریخ دانشگاه بریتیش کلمبیا نویسنده کتاب ایران باستان در جنگ که ایشون گفتگویی از طریق اسکایپ از پیش با ایشون ضبط شده انجام دادیم از ونکوور که در طول برنامه خواهید دید و شنید. آقای دکتر پارسی خوش آمدید به برنامه. پرسشی که شاید ابتدای بحث خوب مطرح بکنیم، در فیسبوک هم با کاربران در میون گذاشتیم، اینه که چهارشنبه سوری به نظر شما ریشه زرتشتی داره؟ چهارشنبه سوری آینی ایرانی، زرتشتی اسلامی یا عربی با توجه به این تعابیر و روایت متفاوت که در مورد چهارشنبه سوری در طول این سال هم شنیدیم؟ اون چیزی که در گذشته وجود داشته و نزد زرتشتیان هم هست، گهنبار آخرین رو جشن می گرفتن و بر این گمان بودن که فرابهر در گذشتگان بر می گردن نزد خانواده هاشون تا در شادی نوروزی همراه باشن. یعنی اون چیزی که هست مربوط به گذشته دوردست هست. اما وقتی که یک نظام ارزشی تغییر پیدا میکنه، خانه‌ها یک مقدار تغییراتش ممکنه که توأم باشه با اون چیزی که با اصل خانه‌ای نداشته باشه، و جشن فروردگان یا این گهنبار آخرین که بعد میپیونده به برابری شب و روز، یکی از اصول بسیار کهنی هست که در آیین نوروزی به کار گرفته میشه و خدمتی به اندازه خود تاریخ داره. اما این که اسمش شده چهارشنبه سوری یک مقدار خانایی نداره با اصل، برای که در ایران باستان که ما سه شنبه یا چهارشنبه رو نداشتیم و این شکل تقویم هم که در واقع برای دکار بابلی ها هستش در دوره ایران باستان وجود نداشته، در نتیجه نام خودش رو داشته به شکلی که فروردگان یا جشن گهنباران بوده. بعد خب این در اثر تغییر نظام ساسانی، یعنی عروب ساسانی، آمدن تازیان، باز مردم به فکر این بودن که بتوانن آیین‌های پیشین رو نگه بدارن و این شکل به خودش رو گرفته که بیان در چهارشنبه آخر سال این جشن رو برگزار بکنن با داشتن همون آتش، یکی از بنیانهای جشنهای مردمان هندو اروپایی است. یعنی شما هم در واقع تایید میکنید که علت این چهارشنبه همون توضیح هم بود که ابتدای برنامه من دادم، آقای هاشم رضی هم در کتابشون گفتن که مصادف شده با تغییر تقویم ایران بر اساس نهوستی که در چهارشنبه اعراب بهش اعتقاد داشتن. فکر میکنید این انتخاب ارتباطی داره با هم؟ این به این صورتی که الان عنوان میشه مورد بسیار تایید من نیست، بلکه تایید من روی همان هست که الان نزد زرتشتیان اجرا میشه. زرتشتیان چیزی به نام چهارشنبه سوری ندارن، گهنبارها رو جشن میگیرن که این آخرین گهنبار هست. نجتن این نامی که الان به وجود آمده پدیده بعد از تغییر نظام ارزش هاست که تازیان میان و مردم هم
به فکر این بودن که بتوانن این رو به هر شکلی نگه بدارن، البته با تغییرات زیادی. با در نظر گرفتن این مسئله که اصولا در تغییر نظام ارزش ها خانه‌ها کمکاست هایی به وجود میاد، حتی مثلا اینایی که الان در هند هستن به نام پارسیان و کوچ کردن، باز یک مقدار ریتوال ها و آیینشون باز ارزشیان داخل ایران فرق میکنه. یا من که در سوئد نشستم نمیتوانم به اون شکلی که در ایران هست اینجا نوروز و برگزار بکنم، در حالی که اینجا سرما همچنان میشازه. پس این تغییرات رو باید یعنی یک نگاه جامعه شناسانه بهش داشت که اینها پدیده هایی هستن در راستای تاریخ. من فقط برای اینکه این قضیه کاملا روشن بشه، پس شما اعتقاد دارید که صرف نظر از اینکه چه اسمی براش قرار بدیم، حالا نفس این جشن سوری در واقع ریشه در آیین های زرتشتی داره اونطور که شما میفرمایید؟ در مربوط به ایران باستان هست و در دوره بعدی خودش این شکلی به خودش میگیره. و من این رو به حساب کوشش مردمان میذارم که خواستن که آیین‌ها رو نگه بدارن، البته با تغییراتی که براش پیش میاد. فرض بفرمایید که آب که یکی از فنومن‌ها و اکسیژن‌های مورد عنصرهای مورد توجه ایرانیان باستان بوده که هرودوت هم در کتابش اشارت داره، ما میبینیم که همین آب وقتی که به دوره بعدی میرسه که دوره اسلامی هستش، به خاطر تمیز نگه داشتن آب میگن که این پای عقد حضرت فاطمه است یا در فرهنگ کوچه. پس ما این تغییرات رو میتونیم از این منظر بی نگاش بکنیم. البته اون چرا که الان من شنیدم که آقایان روحانیان دارن صحبتش رو میکنن، اونها در فکر ریشه‌کن کردن هستن، نه نگاهی که بر مبنای نگرش تاریخی یا جامعه شناسی باشه. آقای دکتر پارسی با ما باشید، به شما برمیگردیم تا بتونیم این مشکل تصویر در واقع اسکایپ شما رو هم حل بکنیم، تصویرتون بهتر دیده بشه. همین پرسش رو با دکتر کاوه فرخ در میون گذاشتیم که آیا چهارشنبه سوری ریشه در آیین‌های زرتشتی داره. پاسخ ایشون رو بشنویم و بحث رو با کارشناسان برنامه دنبال می‌کنیم. خیلی یه سری آینه هستش که برمیگرده به زمانی که در واقع افراد اندواروپیان و به حال اسمش رو اندواروپیان بذاریم، در تمام از اروپای شرقی بودند تا مرز چین. و شما که نگاه میکنید یه سری آیین هستش که خیلی قدمت زیادی داره، شاید چندین هزار سال، که در کردستان امروز مثلا اسمش آیین یزدانی هستش، که مثلا به طور کلی اگه اشتباه نکنم یکی یه انشاب بزرگی یارسان هستش، یکی یزیدی هستش، که البته این اسمم در واقع اشتباه، باید گفت یزاتا در واقع یا یزد. بعد یکی هم اهل حق که میگن که البته ما میدونیم که در همین کردستان هستن و اینا انشابایی هستن گویا از همین یک موومنت بزرگ که میشه گفت یزدانی، زرتشتیت و آیین زرتشت هم از همین موومنت اومده، از همین احتمالاً از همین ریشه بلند شده. آتیش همیشه یک سرمونه بزرگی بوده در همین آیین ها وقتی که در نظر میگیریم. صحبت آقای دکتر کاوه فرخ بود، آقای دکتر رضاخانی با ما هستن. آقای رضاخانی خیلی خوش آمدید به برنامه. شنیدید احتمالاً صحبت‌های آقای دکتر پارسی رو و آقای دکتر فرخ رو. همین پرسش رو با شما در میون بگذاریم. چهارشنبه سوری بخشی از آیین‌های نوروزی ایران باستان بوده، ارتباطی به آیین‌های زرتشتی داره، بحث‌های متفاوتی که در شده اینکه این ماجرا مربوط به چند صد سال اخیر هست و بحث خونخواهی حسین ابن علی، این مطالبی که در واقع متفاوت در دوره‌های تاریخی صحبت شده، شما برداشتتون از چهارشنبه سوری به لحاظ تاریخی چه هست؟ سلام، خیلی ممنون و خوشحال شدم از شنیدن صحبت آقای دکتر پارسا و آقای دکتر فرخ. من بزنید اول جواب سوالتون رو، برای اینکه فیسبوک هم دوستان دیگه جواب سوالتون رو مستقیم ندادن. نه و آره، هر دو جوابشه.
ما چیزی در آیین زرتشتی نداریم که ارجاعی باشه به جشن چهارشنبه سوری، ولی مشکل اینجا اینه که وقتی به داریم راجع به زرتشتیگری صحبت میکنیم، اکثرا در جامعه ایرانی درست درک نمیشه که منظور از زرتشتیگری چیه. زرتشتیگری یعنی کاری که امروز زرتشتیان در ایران یا در هند انجام میدن، یا چیزی که در کتابهای دینی زرتشتی اومده، حالا هم در اوستا هم در تفاسیر اوستایی. منظور دقیقا از زرتشتیگری که دارین شما این سوال رو بر مبناش میپرسین، اگر به قول معروف شفاف‌تر باشه جوابش شاید راحت‌تر باشه. ولی جواب کلی که میتونم بهتون بدم اینه که نه، رفرنس خاصی ما به چهارشنبه سوری در آیین زرتشتی نداریم. ولی همون جوری که توضیح داده شد و خود شما هم در اول به خصوص فرمودین، توی ایران، توی آیین‌هایی که توی ایران هست به طور معمول و در هند و در منطقه شرق اروپا، در خیلی جای دیگه می‌بینیم، آتش نقش خاصی داره. و من البته برعکس دوستان فکر نمی‌کنم که این ربطی به هند و اروپایی‌ها یا اونجوری که آقای فرخ گفتن اند و اروپایان داشته باشه، بلکه فکر می‌کنم اتفاقا جشن محلی و اصولاً این آیین آتش محلی‌تره و نشانه‌های ازش رو از بین در بین جمعیت غیر هند و اروپایی محلی هم داریم. نشانه های آتش، پریدن از رو آتش، یه مقدار رسمای دیگه ای که باهاش هست، نظیر قاشق زنی، نظیر یه چیزا در بعضی جا هست که هستش که از رو چیزهای مختلف، از رو ظرف و اینا آینده نگری میکنن. اینا چیزایی که ما میتونیم بهشون هم به آینا و رسمای محلی مربوطشون کنیم. محلی منظورم چیزایی که ما از منطقه بین النهرین، از منطقه غرب ایران، منطقه بعضی جا شرق ایران میدونیم، هم چیزایی مثل آتش که خب نقشای آینی در دینی که ما ازش به عنوان دین زرتشتی یاد میکنیم هم داره. به نظر جواب این سوال شما دادن تقریبا غیر ممکنه. من نمیتونم به شما به طور قطع بگم بله، به طور قطع هم نمیتونم بگم نه. در مورد مسئله خون خواهی امام سوم شیعیان، امام حسین، من میتونم فقط بهتون بگم که اونم شباهتایی داره و البته بزرگترین مشکلی که ما داریم این قضیه چهارشنبه بودنشه، چون در قبل از اسلام طبیعتاً تقویم حداقل دوره ساسانی، اینو باید خیلی ذکر کنیم، ما تقویم دوره ساسانی رو ازش خبر داریم که روزهای هفته نداره، اصلا هفته نداره. به نتیجه تقریباً چهارشنبه بودنش غیر ممکنه و این حالا به هر صورتی قبلاً بوده، بعد از اسلام چهارشنبه یا شب چهارشنبه شده. و خب این تیکش حالا میتونیم به اون قیام مختار ثقفی یا به چیزهای دیگه‌ای که به قیام ابو مسلم و و و و ارتباطش میدن که اون بحث جداگانه به نظرم، و به نظرم بهتر که ما این دو تا بحث رو با هم دیگه واقعا مخلوط نکنیم. در مورد این نحوست چهارشنبه در میان اعراب چطور، چه ارتباطی بین این میبینید؟ این نحوست چهارشنبه در بین اعراب صحبت جالبه، چون بین اعراب نیست، بین خیلی از اقوام سامی زبان هست. در واقع بحث اون در مورد پیش از اسلام هست. در مورد پیش از اسلام بله، ما داریم که چهارشنبه، خب خیلی خیلی چیزهای نحس مختلفی هست، عدد 13 معروف ترینش روز چهارشنبه یه مرجعیه، ولی موضوعی که این منحوس بودن چهارشنبه هیچ وقت در فرهنگای سامی انقدر قوی نبوده که باعث به وجود اومدن یک رسم خاصی مثل چهارشنبه سوری بده. بنابراین من راستش دلیل نداره که آدم حقیقت نگه، من تخصص خاصی در مطالعات جشن و آیین های ایرانی ندارم که بتونم بگم دقیقا رفتم تحقیق کردم رو، ولی در حال حاضر نمیتونم فکر کنم به اینکه این نوزاد انقدر مهم بوده باشه که جشن به این بزرگی و مهمی رو باعث به وجود اومدن. اگر بخواید که در واقع به این شکل تقسیم بکنیم بحث رو که آیا چهارشنبه سوری رو میشه در میان آیین‌های غیر مذهبی قرار داد یا آیین‌های سکولار، شما در کدوم بخش این دور قرار میدید اگه چنین تقسیم بندی رو قائل باشه؟ به نظر من همه آیین‌های که حالا ما به هر صورتی ازشون به عنوان آیین‌های ایرانی یاد میکنیم، همه اینها در بحث مدرن، در ترمینولوژی مدرن سکولار هستن. در دنیای باستان سکولاریسم وجود نداره، ولی اگه بخوام تو الان صحبت کنیم، به نظر من همه اینها نزدیکتر به یک نگاه سکولار هستن. آقای دکتر پارسی، شنیدی صحبت آقای دکتر رضاخانی رو، چقدر موافقید با تحلیلشون؟ با
در اینجایی که ایشون میفرمان که ربطی به آیین زرتشتی نداره، نظر من هم همین بود که چهارشنبه سوری اون نیست که در آیین زرتشتی بوده. اون چی که هستش در واقع یک مسئله افزون بر دینی بود، نشه که مسئله نظم طبیعت هستش که گشتگاه هم باران نامیده میشه. و از این جهت تفاوتمون فقط در همین منظر هستش که حالا صرف نظر از اینکه آیا دو تا چه روزی برگزار میشده، چون در موردش بحث شد که ممکنه در روزهای دیگری در ایران باستان اینها برگزار میشده، خود نفس این در واقع جشن سوری، حالا صرف نظر از چهارشنبه بودن یا نبودنش، این به نظر شما ارتباط با اون بحثی که آقای رضا خانی کردن نداره؟ صرف نظر از اینکه چهارشنبه سوری ما در طبیعتا در دورانی که آیین زرتشتی صحبت میکنیم به این مفهوم وجود نداشته، ولی جشن نه، سوری نه خیر نه همونطور که ایشون فرمودن و منم پیشتر خدمتون گفتم، اصولا مسئله هفته مربوط به بابلی‌ها هست که بعد از اینکه عرب تسلط پیدا میکنه همراه میشه. ما در گذشته چیزی به این صورت نداشتیم. و اعتقاد دارید که این جشن سوری ریشه مذهبی هم نداره؟ جشن سوری که الان برگزار میشه؟ نه، هم بحث تاریخیشو داریم میکنیم. بحث تاریخیش که به همون صورت بود که عرض کردم که گهنبارها یکی از علتهای هم جشن طبیعی بود بین مردمان اون موقع و همچنان نزد زرتشتیان، که این نظر را هم داشتن که فروهر در گذشتگان برمیگردن در این چند روزه که در شادی نوروزی همراه با خانواده باشن. پس از این منظر میشه تصور کرد که ریشه دینی مذهبی داره؟ از این منظر باز همونطور که آقای خودخانی گفتند باید از هر دو تا پنجره بهش نگاه کرد، یعنی نمیشه به شکل مطلقش یا ابسلوتش، جز اون چی که من گفتم این آیین هنوز نزد زرتشتیان به نام فروردگان برگزار میشه و یک جشنیست که هم بهره دینی داره به خاطر برگشت فروردها و هم یک موضوع طبیعی است که بعدش ما میرسیم به برابری شب و روز. یه نکته که آقای دکتر اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم، این که بسیاری که نقد دارن به اینکه آیا ارتباطی وجود داره بین آیین زرتشت و همین جشن سوری، گفتن که اساسا چون تولد زرتشت معلوم نیست، بر سرش اختلاف هست، بعضی حتی در مورد اینکه ممکنه هزاران سال این تاریخ تولد تفاوت داشته باشه، اساسا این قیاس رو قیاس غلطی میدونن. چقدر این نقد رو به نظر شما وارد میدونن؟ کدوم قیاس رو؟ این که اساسا میشه تصور کرد الان شما اشاره کردید که این جشن والا نه به این اسم، به اسم فروردگان در واقع در میان زرتشتیان برگزار میشده، اساسا گفتن که این ربطی به این قضیه نداره، سابقش شاید هزاران سال قبل از آیین زرتشت برمیگرده. از این که این آیین ها پیشتر از این که هندو اروپایی ها به اینجا مهاجرت بکنن وجود داشته، اما اونچه که پروبالش داده در واقع آیین دینی بوده، آیین دینی بوده که صرفا هم رخت دینی ترش نبوده، بلکه توجه خاصی به نظم طبیعت داشته و طبیعت گرایی بسیاری ما در اینجا میبینیم. در مورد این بحثی که آقای رضاخانی مطرح کردن که این جشن ریشه محلی داره، برخلاف اونچه که آقای فرخ گفتن که اعتقاد دارن این یک مجموعی بعد نگاه پند اروپایی کرد، اصطلاحشون گفتن ریشه‌اش بیشتر در بین النهرین در غرب یا بخشای در شرق ایران هست، موافق هستید با این تحلیل؟ من در اینجا یک تفاوت به اصطلاح نگاه دارم، برای اینکه بیشتر مردمان هند اروپایی در همین کشور سوئد هم که من دارم زندگی می کنم جشنی هست در رابطه با بهار که اونها آخر ماه اپریل برگزارش میکنن و اصلش هم ریشه است با جشنی که در آلمان برگزار میشه. در زبان سوئدی بهش میگوین والبری که در واقع باز جنبه هم بهاری داره و هم جنبه دینی داره. اینه که مسئله آتش یکی از کانونهایی است که میان
مردمان هندو اروپایی وجود داشته و به گمانم با اسناد تاریخی هم خوانایی داره این قضیه. درسته. طبیعتاً هم تو که خودتون بتونید دونید معمولا این آیین‌ها ریشه در مسائل طبیعت داشتن، ولی این سویه دینی و مذهبیش هست که از این جهت من پرسش رو مطرح کردم. اگر اجازه بدید من میخوام نظر آقای دکتر کاوه فرخ رو هم بشنویم. میدونم آقای رضاخانی حتما در این ارتباط مطلبی دارن. آقای رضاخانی اجازه بدید صحبت آقای فرخ رو بشنویم، در مورد جایگاه آتش در ایران باستان با ایشون صحبت کردیم و بعد برمیگردیم همین بحث رو با شما دنبال میکنیم. این آیین چهارشنبه سوری که ما داریم صحبت میکنیم، شاید خیلی از خود منم تعجب کردم، چند تا از شاگردام که بودن مال بلغارستان بودن و اتفاقا در زمینه ایران باستان خیلی فعال هستن و گفتن که آیا شما بوگومیل ها رو شنیدید، که شنیده بودم مقداری، ولی بسیار نکته تعجب آوری بود که آیینی دارن که مثل چهارشنبه سوری ماست ولی چندین نوع جشن با آتش دارن. یه جشنش مثل حالت پرش روی آتش هستش، ولی جشنهای دیگه دارن، رقص دور آتش هستش، بعد یک نوع رقص دیگه هستش که در واقع آیین، که یه چوبهای بلند بلندی رو مثل یه حالت کون اینطوری میذارن، بعد اینو یه آتش درست میشه، بعد این جشن و اسمشو میذارن، اسم این جشن هستش سوروا، بعد به قول خودشون، به آیین خودشون میگن سوروا همون زوروان ایران هستش. حالا این چطور شده ما نمیدونیم، چون زوروان یا آیین زوروانی ستولان و قبل از آیین زرتشتیت هستش و یه غلاف شمشیر که در لرستان پیدا میکنیم به فرم برونز هست، فکر میکنم که اول پی جی مالوری تو کتابش در مورد اندوروپینا نوشته بود، یه غلاف بسیار جالبی است، برای اینکه فرم زوروان شما میبینید، بعد یه سمتش دو تا پسر داره، یه پسرش اهورامزداست، یه پسرش اهریمن، که اینجا میبینید که اینجا خوب و بد، این تضاد ظاهرا خوب و بد، یه تضاد میاد به یه نقطه میرسه، با هم میرسن. زرتشتیت حالت زوروان علیه اهریمن شما میبینید. پس میبینیم که یه سری تردیسیون های شما میبینین که بسیار بزرگه و یک تمدن میشه گفت واحدی هست که میتونیم اسمشو بذاریم، بعضیا میگن مال سیلک رود، راه ابریشمیست، بعضیا میگن مثلا پروفسور بکبرث اسمشو یوریژین میذاره، که میگه یوریژین همون ایرانیان باستانی هستن که مقدارشون مثل ماد و پارس به ایران میان، بقیهشون آسیای مرکزی هن، اوکراین و اینجور جهان، بعد البته این هم قاطی میشن با افراد ترک تبار، تاتار و غیره و یک تمدنی به اصطلاح درست میگه. زرتشتیت هم البته یکی از انعکاسات بسیار مهم این هستش. چند وقت پیش در خود چین شما میبینین که یه سری جاهای کشف شده که این افراد ایرانی تبار بودن و کاملا به این اعتقاد هستن که اینا در واقع یک نوع زرتشتیت بوده، یا یعنی به 2500 سال پیش آرکیولوژیستای چینی فکر میکنن هستش. نتیجتا میبینیم که این آیین‌هایی که نگاه میکنیم فقط منحصر به یک منطقه یا یک زمان، یعنی فقط ایران یا ایران باستان نیست. آقای رضاخانی بشنویم صحبت شما رو، توضیح آقای پارسی رو در مورد این نقدی که به صحبت شما داشتن. شما گفتید که این آیین‌ها ریشه محلی دارن، آقای فرخ هم شنیدیم صحبت‌هاشون رو که توضیح هم دادن، یه قیاسی هم کردن با اونچه که در بلغارستان رخ میداده. والا نمیدونم در مورد کدوم قسمتش میخوایم من صحبت کنم. هر کدوم از بحثایی که دوستان آقای پارسی و آقای فرخ مطرح کردن، هر کدومشون چندین کتاب در موردشون نوشته شده، از جمله نوشته های همون آقای جی پی مالوری، نه پی جی مالوری، جی پی مالوری که در مورد صحبت کردن. یه مقداری بذارید من اینجا یه مقداری از کاری که دوستان درش دارن انجام میدن و مشکل رشته ما هست زیاد
دادی بکنم. اونم اینه که کار ما تاریخ و مطالعات در این قبیل بستگی به مدارک داره و باید برگشت به مدارک و نگاه کرد که هر مدرکی در دوران خودش و در پس زمینه خودش چه معنی میده. متاسفانه خیلی از دوستان مدارک رو گلچین میکنن و میذارن کنار هم برای یه دونه بستگی خاصی و خب هر کس هم از بستگی خاص خودش از زمینه خاصی که خودش داره. مثلا یه نمونه های اینکه زمینه چقدر مهمه اینه که الان آقای پارسی داشتن برای شما صحبت میکردن و مثالی که اووردن از سوئد بود و آقای فرخ هم داشتن از کسانی که از بلغارستان اومدن ذکر میکردن. میبینین چقدر نگاه کردم که شما کجا این دانش رو میاری، شما در سوئد زندگی میکنی، آدم بلغاری میشناسی، چقدر در مورد اینجور چیزا اثر میذاره. به نظر یه مقداری خواهش میکنم اینو در نظر داشته باشیم. در اون بحث کلی که مطرح شد اینه که جشنهای از قبیل چهارشنبه سوری، من قبلا در چندین موقعیت دیگه از جمله در همین برنامه شما در مورد یلدا هم گفتم قبلا، یه سری از این جشن‌ها به تقویم بستگی داره و به طرز ارتزاق مردم، که ارتزاق مردم در مرحله‌هایی که داریم صحبتش رو می‌کنیم مسئله کشاورزی، این جشن‌ها به فصل و تغییر فصل بستگی دارن و اصولا برای نشانه گذاری و علامت گذاری فصلی، از جمله جشنی که در سوئد آقای پارسی میگفتن و از جمله چیزی مثل عید ما یا یلدا. اینا به کسانی که کارشون کشاورزی و ساکنه بستگی دارن و اصولا فصلی هن. حالا اصلا فرض کنیم اصلا کاری نداشته باشیم به اینکه حالا هندو اروپاییانی که ما ازشون مدرکی نداریم، داریم از بازماندگانشون مدرک جمع میکنیم، اینو داشتند یا نه، این جشن ها همیشه توی پس زمینه ها و جاهایی که اقتصاد کشاورزی وجود داشته وجود داشتن. حالا جمعیت های مختلف تغییر میکنن، زبان ها تغییر میکنه، رسوم جدید وارد میشه، یه سری رسوم قدیم حفظ میشه، یه سریشون فراموش میشه، همه اینا با همدیگه میشن چیزایی که ما امروز جشن میگیریم. به نظر شما میتونی یه ریشه فلان جشن رو مثلا در 3000 سال قبل در شمال بین النهرین پیدا کنی و بعد مثلا یه رسم دیگرش رو بری تو کتاب اوستا پیدا کنی و یه چیزی شبیهش رو که نه در اونجا از نه در اونجا مثلا در بین بوگومیل های بلغارستان پیدا کنی. همه اینا رو میذاری کنار هم دیگه میبینی ما به همه اینا شبیه. من یه مثالی که همیشه میزنم که خیلی جالبه اینه که یک جشن در غرب ترکیه گرفته میشه که یه چیزی بین هالوین اسکاتلندیا و حالا جدیدن امریکایی ها و چهارشنبه سوری ما، یه چیزی هر دو اینا رو با هم دیگه داره، یعنی اون جنبه صورت عوض کردن و اینای لباس های ترسناک پوشیدن و اینای اسکاتلندی رو داره و جنبه تریکور تریتینگ رو داره و هم جنبه از کنار آتش جمع شدن و قاشق زنی ما. بلکه خب این یه جشنی که خب شما میتونی بگی این تیکش به اون شبیه، اون تیکش هم به این ور دنیا شبیه. به نظر من همه این جشن‌ها یه ریشه های محلی کشاورزی دارند. از این منظر عوض میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، از این منظر جشن سوری هدفش چیست؟ یعنی چه هدفی رو دنبال میکرده؟ ببینید هدفش رو یه مقدارش اتفاقا آقای پارسی توضیح دادن. ببینید چیزی که هستش اینه که شما یه دونه جشن تقویمی دارید در اول بهار که نوروز باشه و 100% وقتی شما به طرف اون جشن میری میخوای یه سری جشنهای دیگر رو هم داشته باشی. یکی از چیزهای خیلی ساده، یه چیزی مثل چهارشنبه سوری در واقع شروع آماده شدن برای جشن گرفتنه. ما در خانواده های قدیمی خودمون هم داریم که از چهارشنبه سوری به بعد شروع کردن خونه تکونی کردن و آماده شدن. این یه مقداری بود در واقع شروع دوره جشن گرفتن. یه بحثش اگه شما بخواید بکنی مذهبی میشه ربطی به جشنهای گنبار داره. اتفاقا من همین میخواستم این نکته رو مطرح بکنم، چون خودتون حتما بهتر میدونید که بر سر این که اساسا چهارشنبه سوری یا جشن سوری رو ما این جشن بنامیم یا آیین بنامیم هم بر سرش بحث هست. از این جهت پرسیدم که هدفش چه هست، این که وقتی ما اینها رو اگه در چارچوب جشنهای آیین‌های آتش بنامیم از این جهت کاربردش چه بوده؟ از این جهت کاربردش میتونه این باشه که آتش پاک کننده است،
اگه خونه تکونی رو من الان دارم همینجوری جلوی شما میگم که این ممکنه خونه تکونی رو همیشه به پاک کردن آتش چسبون و اصولا گذر کردن آتش، رفتن از ترشولد آتش، گذشتن از قدیمی و کهنه بودن و مریض بودن به سلامت و سال جدید و نو شدن و بحث احترام به آتش هست. یعنی میفهم بودم چه که داره بس احترام آتش است، استفاده از آتش به عنوان یک عنصر پاک کننده یا به عنوان یک عنصری که علامت میگذاره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر. این میتونه خیلی یک توضیحات خیلی ساده‌اش باشه. بسیار خب آقای دکتر پارسی، شنیدید صحبت آقای رضا خانی رو؟ دو نکته رو مطرح کردن، اینکه نمیشه به مدارکی رو گلچین کردش و نتیجه گیری کرد، و بحثم در مورد جایگاه آتش در ایران. باستان بفهم. اصلا به حضور شما که در رابطه با محلی بودن که فرمودن، من روی جشنهای سوئد کار میکردم، آینی دارن به نام بوندست، یعنی جشنهای روستایی. در جشنهای روستاییشون پیش از آمدن مسیحیت هست، جاپای بسیار بسیار پرجرفای آینی میترائیس رو در اینجا میبینیم. حتی برنامه یلدای ما یا شب چله ما، فالگیری ها و طولانی بودن شب و نوشت شب به واسطه تاریکی ها، که البته اینها رو باید از منظری باز نگاه کرد که انسان چاره ای جز این آتش که بتوانه در پناهش باشه نداشته. و من دیدم این همخوانی ها در اثر بودن آیین میترائیس هست که در اروپا بوده. یعنی به گمان من بعد باید محلی شده باشه، برای که ریشیابیش که میکنی میبینی که از یک اصل و از یک سرچشمه میاد و خب در یک مکان دیگه قرار میگیره که باز از نظر زمستان باز یک نوع پاسخگویی هستش. موضوع دوم که فرمودن آقای دکتر، این که مسئله آتش و تقدس آتش در میان ایرانیان باستان، آتش مورد تقدس بوده همونطور که هوا بوده، همونطور که آب بوده، و در واقع یک نگاه و نگرش محیط‌زیستی در واقع باید گفت. اما ایرانیان باستان از آتش نمی‌پریدن، ولی به واسطه همون که آتش یک عنصر مقدس بود، یعنی انصار درسته ایشون میفرمان پاک کننده، یا میپرن و زردی رو میدن و سرخی رو میگیرن که تاجیک ها بهش میگن آتش پرک، یعنی پریدن از آتش که باز نزد خودمان هم هست. اما زرتشتی ها در کنار انبوه آتش در واقع حرکت میکنن که در صده میبینن، جاش صده میبینیم، و نیایش میکنن آتش رو. همین والبهری مال سوئد هم کسی نمیپره، برای که انبوه بسیار بزرگی از آتش در نتیجه کنار اون آتش میستن. دقیقا اون چیزی هم که در دمین بوگومین ها در بلغارستان هم تصاویرش میبینیم تقریبا همین هست که میفرمه. بله، یعنی این که ما در آیین آتشی که به احترام و اعتباری که بهش میدیم، بعد این پریدنها مربوط میشه به بعد از سقوط ساسانی. شاید هم مثلا از اوائل بعد از ساسانی هم هنوز اعتبارش داشته باشه نزد عموم، ولی بعدا تغییر کلی پیدا میکنه فقط نزد زرتشت. این که زرتشتیان از آتش نمیپرستن، یعنی نمیپرن، بلکه نیایش میکنن آتش رو. فکر میکنید که آیا ممکنه این احیانا به لحاظ تاریخی تقابلی بوده با آنچه که زرتشتیان نگاهی که با آتش داشتن؟ تقابل رو به بسیار واژه‌اش رو خیلی سفت و سخت می‌بینم براش، ولی بلکه تغییرات محیطی رو به حساب از منظر جامعه شناسی مورد قبول هم هست که یک کوچ نشینی
میتونه که تغییرات ویژه خودش رو داشته باشه یا یک حکومت عوض میشه، نظام ارزشی رو هم تغییر میده، به شکل دلخواه خودش قرار میده. چرا اینکه مثلا درویشی و درویشگرایی در دوره ساسانی مورد پذیرش نبود، ولی در دوره بعدی میبینیم که مورد پذیرش هست و نگاه دیگری بهش میاندازه. از منظر دیگه اگه من صحبت شما رو اشتباه نفهمیده باشم، شما میفرمایید که جشن سوری و این جشن آتش فراتر از ایران میره، در واقع گسترش پهنش بیشتر از اون چیزیست که ما در حوزه جغرافیای ایران ازش صحبت میکنیم. در حوزه جغرافیای ایران به شکلی که آقای دکتر هم گفتن که در بلغارستان و من هم نمونه های دیگه ای رو میدونم، به گمان من این مسئله خود آتش رو باید به عنوان یک مرکزیت قرارش داد که بین مردمان، چون مثلا همین مسئله آتش رو ما میبینیم که در لیتوانی، در استونی، همه اینها نزد مطرح است، همونطور که در نزد بلغارها هم هست. جایی شما خاطرتون هست در تحقیقاتی کرده دکتر پارسی که این جشن از حالا در کشورهای دیگه غیر از ایران که الان این بحث درش در موردش مصداق داره از سویه فرهنگی و اجتماعی سویه سیاسی پیدا کرده باشه این جشن آتش؟ سویه سیاسی رو نه، چیزی به خاطر نمیارم، ولی میدونم که مثلا فرض بفرمایید که شکل شمایلی هم مردمان سومالی دارن که همون جشن نوروز هست و فردی باز از دنیای مرگ میاد که همون که بین بابلی ها وجود داشته، اکدی ها وجود داشته و جشن نوروز رو برگزار میکنن، ولی جنبه سیاسی رو من در هیچ یک از این مسائل ندیدم. یعنی جایی سراغ نداره در تحقیقاتون در اروپا جای دیگری که دین در مقابل این شیوه در واقع آیین ها ایستاده باشه؟ به یاد نمیارم. خب اگه اجازه بدید میخوام بحث رو نظر آقای کاوه فرخ رو هم بشنویم، در همین ارتباط باشون صحبت کردیم، از ایشون در مورد جایگاه آتش پرسیدیم در کردستان و اینکه این آیین ها چه سابقه دارن. پاسخ ایشون رو میشنویم، بحث رو با آقای رضاخانی دنبال میکنیم. شما باز برمیگردین در کردستان ایران به همین سه انشاب بزرگ، یارسان ها، اهل حق، یزیدی یا یزد یا یازاتا که شما نگاه میکنین، خیلی آیین همین سبک زوروان و باز با آتش میبینی. چند وقت پیش یکی از اطلاعاتی که گذاشته بودیم روی وبسایت در مورد معبد لالش هستش که بیلدینگاشون یه نوع حالت قیف داره اینطوری، مثل خیلی نکتیز اینطوری هستش و اونجا باز میبینیم که باز احترام زیاد به آتش هستش و باز به همون سبک آتش رو به عنوان یک نوع نوین، یک چیز جدید، یک نوروز به اصطلاح، یک روز نو، یک جهش نو، زندگی دوباره، مثل یه نوع سیمرغی که جهش پیدا میکنه. و توی آیینشون هم ملک طاووس مثلا شما در لالش که نگاه بکنین در همین کنون عراق امروز هستش، همونطوری هم که میدونین که خیلی تحت ستم و حمله بودن به توسط گروه های پان اسلامیک، داعش یا هرچی، اینها افرادی بودن که در این البته این گمان هستش که قرن 11 هم بوده که اینا شکل میگیرن، ولی خب قاعدتا اینا موومنت های قدیمی تر هم بودن، اینا تبدیل میشن، کما اینکه مثلا اهل حق ایران هم خیلی ها گمان دارن که در همین زمینه بودن. حتی تئوری هم هست که شاه اسماعیل صفوی هم گویا شاید احتمال این هست که در واقع الهام میگرفته از همین آیین ها، البته به نوع شیعه اثنی عشری دوازده امامی به اصطلاح در این کال بود شما میبینید، ولی فستیوال آتش و در واقع نوین دوباره آتش، این شما میبینین چهارشنبه سوری که پرش از روی آتش هستش، شما میبینین همین اتفاق دقیقا توی بلغارستان میفته. شاید هم اینطور باشه که یه در واقع یک نوع بسا حرکتی بوده که حتی قبل از خود زرتشت بوده، که کما این که حتی اعتقادم بعضی ها هستن که زرتشت هم خودش از همین
اگه بخوایم اسمشو یزدانیان بذاریم، یکی از مق بچه ها شاید از اونها بوده. بازم صحبت هست که آیا زرتشت کجا به دنیا آمده، کی به دنیا آمده، کی زندگی کرده. آقای دکتر رضاخانی، دو تا نکته من میخوام اگر مطلبی هم دارین حتما بشنوید در مورد اونچه که صحبت شد. یکی بحث این هست که آیا دین رسمی به نظر شما میتونه اساسا جلوی این گونه مراسم بیسته و اونها رو حذف کنه یا از بین ببره؟ اون چیزی که الان هم صحبت شد، مثلا در مورد داعش در برابر ایزدی ها میبینیم، یا به شکلی اونچه که در الان امروز جمهوری اسلامی میبینیم روحانیت ازش صحبت میکنه و این مراسم رو حرام میدونن و منع میکنن مردم رو از انجامش. راستش من نظر سیاسی خیلی ندارم، نمیدونم. به نظرم اصولا آیین ها وقتی که دنبال بشن و یه دونه زمینه مردمی پیدا کنن، سخت میشه که دولتی جلوش رو بگیره. مشکل داشتن ادیان با مراسم ادیان دیگه نه ربطی به دوران مدرن داره، نه ربطی به سیاست داره، نه ربطی به سرکوب کردن. اتفاقا نکته همین هست، من میخواستم به همینجا برسیم، چون از ابتدا تمام به صحبت بر سر این بود که اونچه که حداقل من از صحبت شما فهمیدم این هست که چهارشنبه سوری، جشن سوری، ریشه دینی نداره. یعنی این بحث مطرح شد که پس چرا الان یک دین رسمی در مقابلش چنین موضعی میگیره؟ اونو بعد از دین رسمی پرسید. من نماینده دین رسمی نیستم، بلکه نمیدونم، ولی میتونم بهتون بگم که اصولا ادیان خودشون رو چجوری شما یه نفر مشخص میکنید که یه نفر یه دینی داره، یه دین کسی دیگه یه دین دیگه ای داره. یه سری آیین هایی هستش انجام میدن، چه میدونم طرز لباس پوشیدن هاست، انواع رژیم های غذایی که از هم دیگه مشخص میکنه. به نجه هر دینی علاقه داره که یا مراسم آیینی دین دیگر رو از بین ببره یا یه جوری جذبش کنه. حالا اگر یه سری آیین ها رنگ دینی به خودشون گرفته باشن، من فکر میکنم اینجا اگر هم ما اختلاف نظری با هیچ کدوم از آقایون دیگه داشته باشیم، سر اینه که آیا این یه چیز محلی لیه که رنگ دینی به خودش گرفته یا یک چیز مثلا دینیه. من نمیدونم چجوری میخوام بس کنم، چون اگه بازم برمیگرده به همون حرف اصلی که زرتشتیگری رو اول تعریف کنیم، زرتشتیگری که ما داریم از حدود 1500 سال پیش تقریبا بر مبنای آیین‌های ابراهیمی باز تعریف شده و به وجود اومده. این چیز باستانی که آقایون از دوره صحبت میکنن که زرتشتیگری نیست که بخوایم حالا راجع به صحبت کنیم. به هر حال حتی اگه بخوایم هم صحبت این رو بکنیم که این مذهبی که داریم صحبتش میکنیم یه زرتشتیگری خاصه که از دوران باستان وجود داشته، به نظر من این رنگ و بوی دینی به آیین محلیه. من فکر میکنم مشکلی که دین رسمی مثل اسلام ممکنه با این مراسم داشته باشه نه جنبه مذهبی قضیه است، بلکه قضیه آتش و وجود آتش در کل این قضیه و نقش آتشی که مردم به صورت خیلی سرسری در مورد آیین زرتشتی میدونن، یعنی به صورت که کلیشه‌ای مردم از آتش در آیین زرتشتی خبر دارن. آتش مقدسه، این یه حرف خیلی ساده، زدنش پیامدش خیلی زیادتره. من فکر کنم به خاطر این دانش کمی که مردم دارن و آتش رو با این دینی که حالا زرتشتیگریه ربط میدن، مشکل این ریچواله، چون این خیلی تو چشم. اگه شما بخوای بگی که مردم اولین چیزی که برمیگردن چهارشنبه سوری، آتش، چهارشنبه سوری، زرتشتیگری، چون آتش داره زرتشتی. من فکر کنم مشکل دینی فقط این میتونه باشه، و اگرم میخواد سرکوب کنه احتمالاً میخواد نگاه کن این جنبه آینی خیلی معلومش رو. فکر نمی کنم کسی مشکلی با قاشق زنی و با آجیل خوردن و چه میدونم حالا در اونجایی که میگیرن آینده گویی و این حرفا داشته باشه. وقتی روحانیت صحبت از این میکنه که مسئله این به خرافه است، یعنی برشک هم رهبر جمهوری اسلامی هم روحانیون بلندپایی این بحث رو مطرح کردن که چهارشنبه سوری ترویج خرافه گری هستش، فکر میکنید اشارهشون به بحث آتشه یا بخش دیگری از این آیین هاست؟ برای اینکه من فکر کنم اشارهشون بحث آتش باید باشه قاعدتا. من نمیدونم، من نرفتم لزوما بخونم صحبت‌های همه مقامات جمهوری اسلامی رو، ولی میتونم بهتون بگم که خیلی با این موضوع مشکل داشت. یعنی ما امروز دیروز مثلا علامه محمد باقر مجلسی هم در دوران صفوی حرفی راجع به موضوع زده، مشکل اصلی با آتشه، چون آیین‌های دیگه‌اش رو اونم اگه بخوام راجع به صحبت کنیم تقریبا در همه ادیان وجود دارن، چیز خاصی نیست. این حالت‌های
آینده نگر پیش بینی و چه میدونم دوره هم جمع شدن این حرفاش که مسئله نداره که کسی باش مشکل داشته باشه. فکر میکنم این قضیه آتشه و اینکه این رب میدن که آتش یعنی زرتشتگری و بعد خب حالا میتونیم حالا بحث کنیم که چه چیزایی رو دارن به عنوان خرافه بهش ارجاع میکنن. من فکر میکنم مشکل اصلی احتمالاً با آتشه، ولی خب برحال من نه تفتیش عقاید بلدم نه اینکه میدونم قضیه چیه. یه نکته که اگه میشه توضیح مختصر بفرمایید، این که من پرسشم به آقای پارسی در میان گذاشتم که این آیین‌ها و این جشن‌ها اگر بخوایم اسمش رو بگذاریم که عمدتاً تو که شما هم توضیح دادی سویه اجتماعی و فرهنگی شاید به شکلی داشته باشن، آیا الگویی وجود داره که اینها در مسیر زمان ممکنه سویه سیاسی پیدا بکنن به دلیل فشارهایی که حکومت‌ها در دوره‌های مختلف میارن، صرف نظر از اون که امروز میگذره چه در دوره ساسانیان یا در دوره‌های دیگه؟ موضوع اینه که ما از اینا مدرکی نداریم که من بتونم به شما جوابی بدم. همیشه بازم من میتونم به طور کلی بهتون صحبت کنم، همیشه آیین‌ها میتونن مورد استفاده قرار بگیرن برای یک نوع اعتراض، ولی ما مدرکی نداریم که این آیین خاص مورد اعتراض واقع شده باشه یا به عنوان یک اعتراض ازش استفاده شده باشه. در این صورتی ما از جشن چهارشنبه سوری ما نقاشی داریم از دوره صفوی، بلنچه میدونیم در دوره صفوی جشن میگرفتنش، اثرهای محلی ازش داریم از دوره‌های قبلی، از دوره‌های میانه که میدونیم که به هر حال جشن آتش روشن کردن و کنار آتش جمع شدن، حالا آقایون راجع به پریدن از آتش صحبت کردن که من نفهمیدم مشکلشون چی بود، به هر حال اینجور چیزها همیشه جشن وجود داشت، ولی این چهارشنبه سوری رو ما از دوران صفوی داریم، یه مقدارم باش مشکل داشتن یه مقدارم نداشتن، انجامم می‌شده. بعد در دوره‌های بعدی شما می‌بینید که خود حکومت هم داره مثلا از این قضیه حتی حمایت هم میکنه و شاه هم میره اتفاقا رو آتش میپره، منظورم محمد رضا نیست، به هر حال هر شاهی میرفت در رو آتش هم میپریده و مسئله هم نداشته. اینی که کی دقیقا با قضیه مخالفه، ما مدرکی به این که چهارشنبه سوری به خصوص به عنوان یک عمل اعتراضی ازش استفاده شده بنده ازش خبری ندارم، اگر دوستان دارن خوشحال میشم بشن. بسیار خب، آقای کاوه فرخ هم همین پرسشو باشون در میان گذاشتیم در واید برخورد تند روحانیت در ایران با چهارشنبه سوری، پاسخشون رو بشنویم و بعد بحث رو با آقای پارسی دنبال میکنیم. اینا ریشه قدمت فرهنگی و تاریخی داره، اینا یک ابراز، البته این نظر شخصی منه، اینا مثل آیین کریسمس، مثلا خیلی ها میگن که این آیین کریسمس ربطی به مسیحیت نداره و درخت کریسمس ربطی مثلا به مسیح نداشته. اینا هرچی باشه فرهنگ اروپاست، فرهنگ اروپا خب از بین نرفت با اومدن مسیحیت، فرهنگو که نمیشه از بین برد، البته شاید هم بشه ولی من نمیدونم چجوری میشه این کارو کرد. یعنی ملت ایران بسیار ملت مقاومی است در طول تاریخ، چندین دفعه هم سعی کردن همیشه از بین ببرنش، ولی نکته مثلا شما اگه بخواید نگاه بکنید نقطه مثلا چهارشنبه سوری، خیلی مثلا خواهر برادران مثلا کرد ایرانی مثلا در کشورهای مختلف حالا اسم نبریم خیلی سعی شد که مثلا قدغن بشه چهارشنبه سوری یا اینجور مراسم نوروزی، خب کار مشکلیه نمیشه. و جالب اینجاست که چرا اینا باید در تضاد باشن؟ مذهب ایران خوب هست، مذهب شیعه هست، چرا باید در تضاد باشه با فرهنگ باستان ایران؟ چرا اینا دعوا چرا باید داشته باشن؟ اینا ایران یک کشور قدیمی است، چندین لایه داره، چندین لایه فرهنگی داره، مذهبش هست و باستان ایران هم خب یکی از حقایقی است که در ایران هست، همونطوری که شما نمیتونید بگین که اصلا اسلام در ایران وجود نداشته، مثلا خب بوده. این حالت تضاد مثلا ایکس و ایگره که باید با هم جنگ بکنن، نه شما اشتباه میکنین، شما این حالت سعی میکنه همدیگر رو خونسا بکنه، در حالی که خب شما میتونید فرهنگتون رو داشته باشین، مذهبتون هم داشته باشید. ایران همیشه از شما وقتی که نگاه میکنین از اولش تا فرم تخت جمشید نگاه کنین، چندین ملل و اقوام و زبان و این به نظر من نکته است که همیشه خب ایران رو یه کشور لازم فرهنگی قوی کرده. روم رو که شما نگاه بکنی خب خیلی امپراتوری موفق بود، بنابراین که امپراتوری بود که رو اساس فقط یک آیین یا یک نژاد نبود،
مثلا در هنوز در ایتالیا شما بینی یه اصطلاح هست، میگن اونا فتسا اونا رتسا، یک صورت و یک نژاد. یعنی منظورش اینه که شما چه یونانی باشید چه مال ایتالیا باشید و غیره، شما همون جزء اون فرهنگ بزرگ یونان روم هستید. در حال خود ایران هم که در واقع خب رقیب روم و یونان، اون رقیب شرقی که ما بودیم، خب یک نوع واحدی است که تمام این فرهنگا و این اسطوره‌ها تمام اینا رو میتونه بر هم بگیره. بعد البته آخرش این ملت یک کشور هستن که تصمیم میگیرن که آیا فرهنگشون رو رها میکنن نمیکنن، ادامه میدن. آخرش هیچ قدرتی بالاتر از قدرت یک ملت و البته پندارش نیست. آقای دکتر پارسی، در مورد این بحث که آیا فرهنگ رو میشه از بین برد، نظر شما رو بشنویم، و اینکه روحانیت علت مخالفتش بحث مبارزه با خرافه هست به نظر شما؟ عرض کنم به حضور شما که به مسئله به اصطلاح جابجایی فرهنگ یا از بین بردن فرهنگ کار سختی هست، برای اینکه فرهنگ فقط در کتاب ها نیست که بگوییم امروز این کتابخانه رو آتش میزنیم پس تمام شد. فرهنگ میان مردم هست و در واقع پرورش دهنده فرهنگ مردم هستن. وقتی که من در کوکیلوی بوجهمدی بودم، خواستن که شاهنامه خوانی داشته باشم. من فکر کردم که چون من اونجا هستن میخوان که من بخوانم. دیدم که نه، این پیرمرد رفت و دست نمازی گرفت و بعد شاهنامه رو از یک پارچه سفید رنگی بیرون آورد و آمد نشست و جریان داستان سهراب را خوند و اینها اونچنان سر تا پا گوش بودن که گویی اصلا در خود صحنه شرکت دارن. و با کت خدا به این صحبت سالهای بسیار پیش هستش، بکنم 49-50 بود اونجا بودم، با کت خدا قدم می زدم، صحنه رستم و سهراب رو به من نشان می داد که نزدیک همین چشمه بوده در کوکیله بوجهمدی. پس فرهنگی که کتاب تنها نیست که با آتش زدنش بشود که اون را از ذهن مردم، که ذهنی که همه مسائل رو از سینه به سینه نقل کرده سوای کتاب و ادامه داده، بشه جابجاش کرد. در رابطه با مسئله خود آتش هم تقدس از نظر ای بود که نمیخواستن آلوده بکنن محیط زیست رو، که واژه تقدس من در اینجا به کار گرفتم. و یادم افتاد به جمله از مری بویس که آتش را خورشید زمینی نامید، و این خورشید زمینی رو ما در ماه نوامبر در همین کشور سوئد در گورستان ها میبینی که اصلا یک چراغانی عجیبی است از وجود شمع‌هایی که روشن شده برای روشنایی بالای سر آرامگاه مردمانی که در گذشتن. یعنی اینکه اینهایی که در رأس یک حکومت قرار می‌گیرن و به فکر خودشون با آیین‌های مردمی، چون اگر که ما فکر بکنیم که نوروز رو پادشاهان نگه می‌داشتن، فکر می‌کردم که بتوانه در دراز مدت ادامه داشته باشه. پس این مردمان هستند که در واقع حرکتشان و نشانه هایی که از خود به جا می‌گذارن در فراز شیب‌های تاریخ، نگهبانان واقعی فرهنگ هستند. خیلی تشکر میکنم آقای رضاخانی. کلام آخر رو میخوام از شما بشنویم، یک دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. ما شاید یک گونه برخورد دوگانه میبینیم از سوی حالا حاکمیت، به ویژه در این سالهای اخیر، نسبت به نوروز و چهارشنبه سوری. فکر میکنید علتش چه هست؟ والا من فکر میکنم یه مقدار علتش این هستش که این آیین ها دقیقا همونجور که شما دارید صحبت میکنید، چیزایی که به توی گوشت و خون و پوست و فرهنگ ما بوده و خودمون موقع که بچه بودیم بدون اینکه بدونیم، فقط برای اینکه تفریح بوده، چهارشنبه آخر سال میرفتیم از رو آتیش میپریدیم و میرفتیم تو بعد از عید خانوادهمون رو میدیدیم و شب یلدا غذا میخوردیم،
تبدیل شده به تشکر میکنم از شما آقای دکتر رضاخانی. آقای دکتر پارسی از شما هم سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. از آقای دکتر کاوه فرخ هم سپاسگزاریم برای گفتگویی که از پیش با ایشون انجام داده بودیم. تا افق چهارشنبه.